کمتر موزه ای همچون موزه پوستر نیویورک را می توان یافت که 500 هزار نمونه قابل نمایش داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش اولگا لوگینووا. شاید باور کردنش راحت نباشد، اما اینجا منزلگاه بیش از 500,000 پوستر است. موزه ای که همه اقلامش قابل فروش است و کلکسیونرش همیشه به دنبال پوسترهای جدید می‌گردد. این موزه با قدمت 45 سال گنجینه ای از کارهای اصل هنرمندانی همچون دالی، چاگال، تولوز لوترک و نقاش فرانسوی ژول شره است. اسم این کار فروشنده چراغ نفتی که اثر شعر است و خوب مونده. این هم کار جالبی از جویف ارانته که در واقع پوستر ضد مذهب جزویت. گشایش موزه پوستر برای ویلیامز کار ساده‌ای نبود. او که کارگر ساختمانی بود، شغلش را در اواخر دهه 1960 ترک کرد و ریسک شروع شغل جدید را به جان خرید. من تقریبا پولم ته کشیده بود. رفتم محتویات یک زیرزمین بازسازی شده رو خریدم و داخل یک صندوق 3 تا نامه از برادران رایت پیدا کردم که به قیمت $1,200 فروختم که 45 سال پیش پول خیلی زیادی بود. پولی که نه تنها شغل او را حفظ کرد، بلکه او را قادر ساخت تا برای یافتن اشیاء منحصر به فرد سفر کند. من مدت هاست که یکی از بزرگترین مشتاقان خریدار پوسترهای سیاسی و به خصوص روس هستم. من هزاران پوستر واقعا عالی روسی دارم که بعضی هاشون تا $900 میارزه. ارزان‌ترین پوستر در این موزه $20 است، اما عاشقان هنر می توانند تا هزاران دلار صرف خرید پوسترهای کمیاب کنند. به گفته ویلیامز این کار سرمایه گذاری خوبی است، زیرا ارزش برخی از پوسترها به مرور زمان افزایش می‌یابد. برای مثال او کاری از کاساندرا را به $500,000 فروخته است. من برای پیدا کردن پوسترهایی از دوره اعتراضات 60 پورتوریکو اومدم. من عاشق رنگ و فونتم. من دنبال پوستری می‌گردم که همسن خودم باشه. سال 1969. 3 تا هست که خیلی گرونه، ولی من واقعا ازشون خوشم میاد. زیرزمین موزه نیز محل نگهداری پوسترهای قدیمی است. ما از خود پوستر نمونه برمی‌داریم و جاهایی از پوستر رو که تموم نشده رو پر می‌کنیم، مثل این قسمت‌ها. با وجود مشتریان پروپا قرص و خاص، احتمالاً ویلیامز مجبور است مکان دنج موزه‌اش را به دلیل بالا رفتن اجاره محل ترک کند. شغلی که هیچ وقت برای انتخاب آن پشیمان نبوده و همیشه از این انتخاب قلبی ابراز رضایت می‌کند.